سلام، من همایون خیری هستم. به برنامه انسان زمین فردا خوش آمدید. سرخط خبرها. درخواست پژوهشگران بریتانیایی برای افزودن ویتامین دی به نان. منفرین دادفر از اینجا لندن از نقش ویتامین دی در پیشگیری و در درمان بیماری کووید 19 میگه. و کرونا استرس زنان خانه‌دار ایرانی را بیشتر کرده. در بریتانیا گروهی از پژوهشگران از دولت خواستن که به مواد غذایی عمومی مثل شیر و نان ویتامین دی اضافه کنه. دلیلش رفع کمبود ویتامین دی مردم برای مقابله با کرونا است. تحقیقات نشون داده 82% کسانی که در اسپانیا به خاطر ابتلا به کرونا کارشون به بیمارستان کشیده شده، دچار کمبود ویتامین دی بودن. به مرکز شهر لندن میریم، جایی که فرین دادفر گزارش میده. سلام. هوای لندن امروز ابریه، مثل خیلی از روزهای دیگه پاییزی و زمستونی توی این شهر. این هوای ابری باعث میشه که نور آفتاب که منبع اصلی تامین ویتامین دی در بدن هست کمتر به سطح پوست برسه. و همین خاطر مصرف ویتامین دی که من هم امروز یک بسته از اون رو تهیه کردم توی این دوتا فصل بیشتر میشه. توی چند ماه گذشته تحقیقاتی انجام شد که نشون داد ویتامین دی نقش موثری داره هم در پیشگیری و هم در روند بهبود بیماری کووید 19 و البته بیماری آنفولانزا. یکی از این تحقیقات که به صورت مشترک بین دانشکده پزشکی دانشگاه باستن آمریکا و بیمارستان سینای تهران انجام شده بود نشون داد بیشتر کسانی که مبتلا شده بودن به بیماری کووید 19 و یا در اثر این بیماری فوت کردن دچار کمبود ویتامین دی بودن. سیستم بهداشت و درمان خیلی از دولت‌ها به مردمشون توصیه می‌کنه در فصل‌های از سال که طول روز در اونها کوتاه‌تر هست و یا بیشتر روزها هوا ابری هست، سطح ویتامین دی بدنشون رو کنترل کنن. با فواید ویتامین دی آشنا هستیم. اینکه باعث سلامت استخوان‌ها و دندان‌ها و عضلات میشن و باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن میشن. حالا باید نقش این ویتامین در پیشگیری و درمان بیماری کووید 19 رو هم بهش اضافه کنیم. هرچند که فواید این ویتامین رو میدونیم، اما مصرف اون باید تحت نظر پزشک باشه تا دچار مسمومیت ناشی از استفاده بیش از حد از این ویتامین نشیم. دکتر نامدار بقایی عزی، استاد زیست فناوری در دانشگاه وستمینستر اینجا با ماست تا بیشتر در این باره گفتگو کنیم. آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه. اول به ما بگید که با استفاده از زیست فناوری چطور میشه با کمبود ویتامین دی برخورد کرد؟ آیا میشه برطرفش کرد؟ درود بر شما جناب دکتر خیری و همینطور بینندگان عزیز تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، ببینید، موضوع اصولاً غنی‌سازی غذاهای مختلف با ویتامین‌ها یا مواد مختلفی که انسان احتیاج بهش داره، این موضوعی بوده که سالها مد نظر دانشمندان بوده و به شکل‌های مختلف این کار را انجام دادن. ولی در سال‌های اخیر، به خصوص ظرف این 20 سال اخیر، این کار از طریق زیست فناوری و کارهای ژنتیکی و تراریخته شدن بسیاری از مواد انجام می‌گیره و ویتامین دی می‌تونه یکی از اونها باشه. روی این کارها و تحقیقات زیادی داره انجام میشه که از نقطه نظر بیوتکنولوژی بتونن ویتامین دی رو خود به خود در گیاهانی که این ویتامین درش وجود داره یا میشه به صورت خیلی زیادی تولید کرد، این رو تولید بکنن. و خب این خبر خوبی هستش، به خصوص همونطور که همکارتون الان گزارش دادن در اینکه کمبود ویتامین D الان در موضوع کرونا خیلی شدید مطرح هستش. احتیاج به ویتامین D برای تقویت سیستم ایمنی بدن لازم هست. اگر بشه این کار رو انجام داد، مثلا اگر در حیوانات، در گاوی که شیر میده، این کار رو بشه انجام داد که در شیر گاو ویتامین دی اضافه تولید بشه، گاو تولید بکنه و اون ویتامین دی در شیرش ظاهر بشه، این میتونه خودش خیلی خبر خوبی باشه و بشه این کار رو انجام داد. تا اینکه ما دستی، یعنی در حقیقت به طور مصنوعی، شیر رو غنی سازی کنیم برای این کار. آقای دکتر، آیا نمونه موفقی داریم از این به اصطلاح اضافه کردن پیشسازهای ویتامینی به مواد غذایی؟
بله، نمونه های زیادی وجود داره. نمونه خوبش که از نقطه نظر زیست فناوری بخوایم نام ببریم، نمونه برنج طلایی هست در حقیقت، یا گلدن رایس. این مسئله بود که سالها پیش، حدود 20 سال پیش، دانشمند معروف آلمانی آمریکایی بودن که این کار رو انجام دادن، آقای پروفسور پوتریکس بودن که در حقیقت آلمانی بودن ولی در آمریکا کار میکردن، و این برنج رو درست کردن که تونستن از اون استفاده بشه. کاری که کردن، ژن بیتا کاروتین رو در داخل این بیتا کاروتین، یک ماده هستش که پریکرسر یا ماده پیشینه در حقیقت ویتامین دی هستش، و میدونیم کمبود ویتامین دی بسیار باعث کوری میشه، کوری زودرس میشه در بچه ها به خصوص باعث کوری میشه، و ایشون تونستش که این ژن بیتا کاروتین رو وارد برنج بکنه و در نتیجه برنج تولید بیتا کاروتین میکرد که میتونست کمک بکنه برای تولید ویتامین A و جلوگیری بکنه از کوری زودرس و کوری در اطفال. متشکرم آقای دکتر نامدار بقایی یزدی. بیشتر در این باره گفتگو میکنیم. تشکر برای برنامه امروز. در بخش تازه های نشر یک مقاله از نشریه بین‌المللی تحقیقات زیست محیطی و بهداشت عمومی انتخاب کردم. مقاله رو پژوهشگران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران منتشر کردن و عنوانش اینه: همه‌گیری کرونا و تنش عصبی در ایرانی ها. نویسندگان مقاله میگن ایران یکی از کشورهایی بوده که به سختی از همه‌گیری کرونا آسیب دیده، منتها این آسیب به بعضی گروه های اجتماعی بیش از دیگران وارد شده. مهمترین گروه زنان خانه‌دار 30 تا 39 ساله بودند که دچار بیماری های مزمن هم بودند. مقاله میگه به دلیل اینکه خانم های خانه‌دار استقلال مالی ندارن، مشکلات بهداشتی عمومی بیشتر روی اونها تأثیر میذاره. توصیه پژوهشگران در این مقاله اینه که برای بازگردوندن خانم های خانه‌دار به زندگی عادی میبایست از اونها حمایت بیشتری بشه. مقاله بسیار خوندنیه. تنش یا استرس میتونه باعث افزایش ضربان قلب و فشار خون بالا بشه. تجربه هم همینو نشون میده. کیانا فیروز در گزارشی به تأثیر تنش یا استرس در بیماری های قلبی عروقی پرداخته. استرس ضربان قلب را افزایش میدهد و یک استرس طولانی مدت میتواند بر سلامت قلب فرد تأثیر منفی بگذارد. معمولاً فشارهای ناشی از تعصبات نژادی و هویتی، فقر و یا روابط خانوادگی و اجتماعی ناکارآمد منجر به استرس مزمن در افراد می شود که یک عامل خطر برای بیماری های قلبی است و می تواند منجر به فشار خون بالا شود که عامل اصلی حمله قلبی است. آخرین مطالعات پژوهشکده اسپرینگر نشان می‌دهد حدود 70% از افرادی که اولین حمله قلبی خود را تجربه می‌کنند دچار فشار خون بالا هستند. معمولاً افراد برای رهایی از استرس‌های روزانه به سمت عادات ناسالم کشیده می‌شوند که شامل سیگار کشیدن، نوشیدن الکل و پرخوری است. همه اینها می‌تواند بر روی سلامت قلب تأثیر منفی بگذارد و خطر حمله قلبی را افزایش دهد. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، مرگ سالانه ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی نزدیک به 18 میلیون نفر است که 31% از کل مرگ و میر جهانی محسوب می‌شود. متخصصان بیماری‌های قلبی عروقی معتقدند با ایجاد تغییر در سبک زندگی و نگاه واقع‌بینانه به عوامل استرس‌زا می‌توان به کاهش و کنترل استرس پرداخت و به سلامت قلب کمک کرد. همچنین تلاش برای کاهش نگرانی بیش از حد در مورد آنچه خارج از کنترل افراد است به بیماران قلبی توصیه می‌شود. کیانا فیروز، ایران اینترنشنال. این عکسی که پشت سر من می‌بینید گیاه زردچوبه است. زردچوبه از هند اومده ولی حالا در همه جای دنیا فراگیر شده. مقالات علمی زیادی در نشریات علمی منتشر شده که نشون میدن خواص طبی زردچوبه خیلی زیاده. منتها اون چیزی که در زردچوبه وجود داره و باعث خواص طبی اون میشه رنگدانه‌ای که بهش میگن کورکومین.
کورکومین خاصیت ضد التهابی داره و آزمایش روی حیوانات آزمایشگاهی نشون داده قادر جلوی تکثیر سلول‌های سرطانی در اونها رو بگیره. جدا از حقیقات آزمایشگاهی فکر می‌کنم در آشپزخانه ایرانی کسی نیست که از زردچوبه در پخت و پز استفاده نکنه. البته برای استفاده درمانی از زردچوبه حتما باید با پزشک مشورت کنید. حالا چند خبر کوتاه درباره سلامت و بهداشت. پژوهشگران در ترکیه اعلام کردند که استفاده از داروی ریباویرین برای مقابله با ویروس کرونا موفقیت‌آمیز بوده. ریباویرین داروی ضد ویروسیه و از اون برای درمان هپاتیت سی استفاده میشه. گفته شده در ترکیه استفاده از پروتئین گریفیتسین هم مؤثر بوده. این پروتئین از جلبک‌های قرمز به دست میاد و برای مقابله با ویروس ایدز از اون استفاده میشه. نتایج یک تحقیق میدانی در فرانسه نشون داده 13% از ژل‌های ضد عفونی موجود در بازار هیچ کارایی در مقابله با ویروس کرونا نداشتند. علت این ناکارآمدی در میزان الکل موجود در این ژل‌ها بوده. البته اگه به قسمت مثبت موضوع نگاه کنیم 87% ژل‌های فروخته شده برای ضد عفونی مؤثر بوده. ژل‌های ضد عفونی از ترکیب آب، اتانول، آب اکسیژنه و گلیسرین درست میشه. اگه پیشنهادی درباره برنامه‌های علمی دارید از طریق ایمیل با ما در میون بذارید. ilm@iranintel.com نشانی الکترونیکی ماست. به زبان انگلیسی سه حرف ELM رو بنویسید میشه علم. نشانی رو پایین صفحه هم میبینید. تا فرصت بعدی.